فردا سلام به تیم پلاس، خوش اومدی. ممنون، خیلی خوشحالم که در خدمتتون. خواهش میکنم، باعث خوشحالی ماست. خیلی سریع بریم مصاحبه رو شروع کنیم و اولین سوال من برمیگرده به دوران بچگی. فکر میکنم که نشه مصاحبه رو با شما شروع کرد و به بچگی شما برنگشت. هرچند که فکر میکنم برای خود ممکنه که آزاردهنده باشه، یا نه دیگه کنار اومدی با این موضوع. نه دیگه، خیلی جا افتاده است. یعنی در 18 سالگیت هم باید کلا از 3 سالگیت شروع کنی همه ماجراها رو. خب هر مقطع سنیم با یه کاری شروع شده و با یه مثالی در واقع برام شروع شده. این مقطع سنی برام خیلی جدید تر، ولی خب بازم گذشته رو خب نمیشه فراموش کرد. همیشه برمیگردم. نه نمیشه، ولی کلا شما جزو مدل آدمایی هستی که کلا باید راکورد 3 سالگیشون هم داشته باشه، یعنی همچنان با کودکی همراه باشید. من اولین باری که شما رو دیدم فکر میکنم که 7 سالتون بود و توی یک مجله یک جشن تولدی برپا بود برای یکی از دوستان خواننده که شما اونجا حضور داشتید و یه حرف عجیبی در 7 سالگیتون با آقای لهراس بزنید که هنوزم ما هم دیگر میریم در مورد شما ما موضوع میخندیم. این بود که شما بهشون گفتید که خدا من رو آرایش کرده و فرستاده روی زمین و ما همینجوری مات و مبهوت بودیم که طلا چجوری این رو گفته و تازه گفتید قبلش که این اصلا مارف مثلا حرف 5 سالگیتون بوده خدا رشتتون کرد فرستاد زمین. من اینو اون موقع نگفتم. خب این سوال خیلی پیش می اومد، یعنی هر جا می رفتم ازم می پرسیدن که آرایش کردی؟ موهاتو بیشه کدوم آرایش کرد فر کردی؟ همیشه این سوال ازم می پرسیدن. منم نمیدونم اینو از کجا آورده بودم که می گفتم آرایشگر من خداست، خدا منو آرایش کرده، من هیچ کاری نکردم. این جمله رو از 5 سال یادتون نیست که کی بهتون یاد داده؟ کسی به هم یاد نداده بود اینو. گفتم از این جمله ها خیلی می گفتم، یعنی جملات اینجوری زیاد داشتم. آره، سخن بزرگ ما تو مبهوت موندیم، البته کلی هم لذت بردیم از این شیرین زبانی شما. ولی از این که همیشه از دوران کودکی که برچسب زیبایی به تو زده میشد، همین گفتم مثلا که دختر خوشگلیه، حالا خیلی گوگولیه، موهای زیبایی داره، یه جایی خستت نمی کرد این موضوع که انقدر هر جایی که میری به این زیبایی تو توجه میکنن و خیلی به پشت این داستانه نگاهی نمیدازن که پشت این زیبایی چه تفکری ممکنه وجود داشته باشه، چه استعدادی هست؟ و هیچ به این موضوع فکر کرده بودی یا نه اونقدر کوچولو بودی که این چیزا اهمیت برات نداشت؟ خب اوایلش خیلی سنم کم بود که بخوام به این چیزا اهمیت بدم، ولی خب بعدش، یعنی بعد از چند سال که کار میکردم این چیزا رو میشنیدم یه خورده اذیت میشدم، چون من از بچه که خیلی سختی کشیدم واسه اینکه حالا اینجام، بعد اینکه بگم فقط به خاطر زیبش، این منو خیلی اذیت میکرد. واسه همین از همون بچگی سعی میکردم مهارت‌های دیگه هم داشته باشم کنار بازیگری، حالا چه تو ورزشه چه تو موسیقی، یعنی سعی میکردم کنار، حالا تو درسم تو هر زمینه سعی میکردم یه مهارتی پیدا کنم که این نباشه که فقط به خاطر حالا زیباییشه و حالا توانایی و یه ذره شانسی که داشته وارد این کار شده. ولی به هر حال همچنان هم این برچسب زیبایی، البته چه خوب، ولی روی شما هست. من یادمه که همین چند لحظه قبل از اینکه شما تشریف بیارید، دوستانی که بیرون بودن داشتن میپرسیدن که مهمان برنامه کی، و ما گفتیم که خانم پروانه است، همه گفتن آها همون دختر خوشگله. یعنی همچنان این داستانه بعد از اسم ترنان پروانه این میاد، هم که هم از کوچولوی خیلی خوشگل بوده الان خیلی خوشگله. امروز در حالی که خب خیلی از دخترهای نوجوان این موضوع همچنان براشون دغدغه است، خیلی دلت میخواد که خودت رو از این برچسب جدا کنی یا نه دیگه عادت کردی به این موضوع؟ خب میدونی هر کسی به نظرم با یه خصوصیتش شناخته میشه، من نمیدونم با یه ویژگی شناخته میشه و حالا اونو بیشتر از بقیه ویژگیاش به چشم میاد. حالا من نمیدونم اینه، هیچ وقت سعی نکردم حالا خودم این ویژگی رو بخوام جایی بگم یا پررنگ ترش کنم، واسه هم زیاد فرق نداره، ولی دوست ندارم، یعنی فرقی برام نداره که حالا، چون نمیخوام اسم اینو برچسب بذارم، اسم این حالا یه قسمتی از منو، یه سریام اینجوری این ویژگی منو گلتر میدونن، این خب به نظر من برچسبی نیست که بگم خوبی یا بد و بخوام خودم ازش جدا کنم. و برای به هر حال شیرینه و خوشیوم هم به نوعی بوده، چون همین زیبایی باعث شده که از 3 سالگی اگر اشتباه نکنم شما رو
دوستانی که مثلا در کار تبلیغات بودن شما رو ببینن و انتخاب کنن که شما به عنوان کسی که این حال پروژه تبلیغاتشون رو جلوی دوربین قرار اجرا کنه انتخاب بشید، درسته؟ خب اولش به خاطر این بود، ولی من خودم اعتقادم به اینه که توی این کار تو نمیتونی با یه ویژگیت که خیلی بارزه وارد بشی و فقط با همون بتونی ادامه بدی، یعنی خیلی زود خب اون عادی میشه واسه همه بقیه، دنبال اینا که ببینم تو دیگه چی داری، حالا اوکی زیباییشو داره با این وارد شده دیگه چی بلده، چی میتونه از خودش نشون بده تو این کار. به نظرم خب این خیلی مهمتر، منم واسه همین سعی کردم بقیه مهارتامو تقویت کنم. شاید بعضی از هوادارهای دو آتیشه شما بدونن، اما مخاطبای عام ندونن که شما یک دختر شیرازی هستید و مثل تمام دخترهای شیرازی اون زیبایی، متانت و جذابیت رو که در تمام سالها همیشه دختر شیرازی رو با این صفات معروف بودن رو دارایید. چقدر دختر شیرازی اصلا در طول این سالهایی که تهران بودی اون ویژگی ها رو از من حفظ کردی؟ خب من شاید زیاد یعنی شیراز نبودم، خیلی از سن پایین که در واقع از چند ماهی که اومدیم تهران، ولی خب از قبلش هم تهران بودیم، ولی مامانم خیلی اصرار داشت که این شیرازیه در واقع این اصالت رو منم حفظ بشه و منم به این افتخار میکنم که خودم شیراز به دنیا اومدم و میگم با اینکه زیاد شیراز نرفتم ولی خیلی شیراز رو دوست دارم، یعنی واقعا بهش افتخار میکنم. چقدر حال و هوا روحیاتت شیرازیه؟ از چه نظر؟ نه منظورم از جهت خوبشه دیگه، اصلا اون قسمت هایی هم که میگن تازه اونا به نظر من حس محسوب میشه. خب میدونین چون شیرازی ها خیلی معروف هم به این که راحت زندگی میکنن و زندگی رو راحت به خودشون میگن. آقای پاکنیت یک بار به من توی گفتگوی گفتن که به این موضوع خیلی خوب اشاره داشتن که ای کاش که شیوه زندگی شیرازی ها رو اصلا ما بتونیم به تمام دنیا صادر کنیم، از اینکه یاد گرفتن وقت زیادی رو با خانواده بگذرونن، حالشون خوب باشه و از کوچکترین فرصتی برای در کنار هم بودن و لذت بردن استفاده کنن. خب من به نظرم ویژگی بارز تا اونجایی که من دیدم توی شیرازی اینه که خیلی توی لحظه زندگی میکنم، یعنی این به این معنی نیست که واسه آینده برنامه ریزی نداشته باشی، توی لحظه زندگی کردن یعنی که خب تو برنامه ریزی تو داری ولی نگران این نیستی که حالا چی میشه، به چیزای بد آینده فکر نمیکنی، از اکنون لذت میبری، این که حالا گذشته چه اتفاقی افتاده، سر این چیزا هرس میخوری. من خودم فکر کنم این توی من خیلی بارزه. اینو به ارث بردی یا به تزریق کردن در ادامه؟ برس بردم چون کلا خانوادگی اینجوری هست، در اکنون زندگی میکنیم. بله، یعنی این لبخنده رو همیشه داریم خانوادگی. یعنی یه سری مشکلاتی که احتمالا سر راحت قرار میگیره بعد تو به تازگی اون سن بلوغ رو پشت سر گذاشتی و وارد 18 سالگی شدی، یعنی تمام اون دوران تینیجری که خیلی پر استرسه مخصوصا برای تو، ویژه که اون دوران سخت رو تازه باید با مردم به اشتراک میذاشتی، یعنی همه اون دغدغه ها رو به نوعی باز باید رفتار میکردی که همه چیزت باید درست سر جای خودش قرار بگیره، ولی با این حال اگر مشکلاتی سر راهت قرار میگرفت چیکار باهاش میکردی؟ یعنی چجوری تو اکنون زندگی میکردی و لذت میبردی بدون اینکه مشکلات بهت غلبه کنه؟ خب اینم تا یه جای شعاره که بخوام بگم همیشه تو اکنون زندگی میکردم. خب خیلی مخصوصا این چند سال اخیر خیلی فشارهای روم بوده از نظر حالا کار به خاطر موقعیت شغلی همه چی، ولی خب همیشه فکر کنم یکی برمیگرده به خودم و حالا خدا، بعدش هم خانواده‌ام که همیشه پشتیبانیم کردن، یعنی هر مشکلی پیش میمد یه ذره نمیذاشتن که من حالا فکر کنم چون موقعیتم فرق میکنه با بقیه این احساس ناراحتی رو بکنم، سر میکردیم حلش کنیم، حالا با صحبت با هرچی سر میکردیم حلش کنیم، زیاد خودمون رو درگیر. خودت چه نسخه‌ای برای خودت میپیچیدی؟ چیکار میکردی؟ اوایلش خب زیاد نمیدونستم، یعنی راهکاره رو بلد نبودم، سعی کردم فقط بهش فکر نکنم، ولی خب بعد از اون نمیدونم، خیلی سعی کردم خودم همیشه از حاشیه دور کنم، این به نظرم بهترین کاری بود که میتونستم بکنم، حالا حاشیه تو هر زمینه نه تو کارم،
همیشه سعی کردم خودم از حاشیه دور کنم. این به خودم اون اطمینان رو میداد که همیشه حداقل دلم به خودم قرص باشه، خودم از خودم مطمئن باشه. یعنی وقتی یه مشکلی برات پیش میومد سعی کردی که یه جورایی با اطمینان به خودت و حالا اون چیزایی که گفتی، یعنی خب حس آرامشی که از خدا میگرفت و حمایتی که از خانوادت، از بغل این مشکل آروم عبور کنی و خیلی مواجه نشی با اون اتفاقه؟ آره، چون هیچ وقت سعی نمیکردم مشکل بر خودم خیلی بزرگ کنم، همیشه سعی میکردم بگم که خب اینم مثل بقیه چیزا، این مشکلم مثل بقیه مشکلایی که تو زندگی بقیه هست، این یه چیز عادیه و من اینم پشت سر میذارم مثل بقیه مشکل. چون میدونین از بچگی اون موقع هایی که مثلا خب خیلی از بچه ها داشتن تو مهد کودک بازی میکردن، من اسباب بازیم دوربین بوده، یعنی من با این دوربینه بزرگ شدم. چون بیشتر مشکلم حالا سمت، بیشتر مشکل که نمیشه گفت، بیشتر اتفاقایی که میفته از این سمت، بله میگم که یعنی از بچگی با این بزرگ شدم و زیاد برام چیز عجیبی نیست. از بچگی خیلی از این مشکلا دیدم، حالا چه برای خودم پیش میومده چه برای دوستان و همکاران زیاد دیدم. یعنی تو برابر سن خودت زندگی کردی فکر میکنی تا الان یا نه؟ نمیدونم، شاید یعنی الان با یه دختر 18 سالگی بشینی مثلا، واقعیتش این که راحت باهاش دیالوگ داری؟ یعنی با خود، یعنی باهاش راحتی یا با خود میگی با ما اصلا خیلی درست همسنه، ولی دنیا همون یه خورده با هم فاصله؟ اینو به واسطه شغلت نمیگم، به واسطه تجربیاتی که به واسطه شغل به دست آوردی میگم. خب هیچ وقت خودم، حالا بچه تر که بودم خانوادم هیچ وقت نمیذاشتن که من این حس رو داشته باشم که من جدایی از سنم دارم، یعنی بیشتر از سنم دارم تجربه میکنم. یعنی هنوز که هنوزم خب از تجربیاتم استفاده میکنم، ولی همیشه دوست دارم که توی سن خودم در واقع زندگی کنم. یعنی این 18 سالگی رو دوست دارم. یعنی الان 18 سالته کاملا؟ الان تجربیات بیشتری دارم به خاطر حالا کارم، ولی کارهایی که یه دختر 18 ساله رو میکنم، یعنی این کارا برام جذابه. حال اگرم که با یه دختر 18 ساله حرف میزنم، دنیاش از دنیام دوره، سعی نمیکنم خودم رو دور کنم، سعی میکنم خودم رو نزدیک کنم بهش، که چون این دنیای برام جذابه. یعنی مثلا همه دخترای تینیجر هم سن و سال خودت که حالا در 18 سالگی مثلا طرفدار تتلو و نمیدونم توی اف ام تو سبک موسیقی یا اون ورابی ها که خب سرقای خودشونو دارن، یا فیلمایی که میبینی انتخاب میکنی ممکنه فیلمای تینیجری باشه، یا نه دیگه توی ذائقت برای موسیقی و فیلمی چیزا تهنشین شده در تو و ممکنه که یک نگاه و سلیقه دیگه ای داشته باشه، یا حتی در لباس پوشیدنه؟ خب باز میگم به خاطر کارم یه جاهایی نمیتونم این چیزا رو نشون بدم، ولی خب 100% حالا نمیخوام بگم، هر کی خب یه سلیقه ای داره، یه جوری موسیقی گوش میده، یه جور فیلم میبینه. خودم سعی میکنم مثلا از تجربیاتی که دارم استفاده کنم، که وقتهایی که مثلا نوجوانای 18 ساله حالا به بتالت یه جوری میگذرونن، اونا رو مثلا کم کنم توی خودم، حالا با کتاب خوندن، با فیلم دیدن. ولی میگم هیچ وقت کارهایی که یه جوان 18 ساله رو میکنه دوست ندارم از اونا رد بشم، بگم حالا چون من بیشتر میفهمم. چه کارهایی تعالی الان جوان 18 ساله دقیقا چه کارهایی میکنه که تو هم اونا رو مرتکب میشه؟ خب میدونی یه شیطنت هایی همیشه هست توی مثلا حالا یه دختر 18 ساله که قاعدتا یه دختر که 24 سالش انجام نمیده، یا یه اشتباه هایی که اصلا میدونم اشتباهه، ولی میگم بذار این اشتباه رو توی 18 سالگی بکنم، نذارم حالا 4 سال دیگه این اشتباه رو بکنم که بگم چرا تو 18 سالگی نکردم که الان متوجهش بشم. یه چیزای اینطوری، چیز حالا مثلا واضحی نیست مثلا بگم این کارو میکنم این کارو میکنم. تنها موسیقی چی گوش میدی؟ هیچ وقت خودم محدود نمی کنم به یه حالا
تم خاصی، هم همه جور موسیقی گوش میدم، همه جور فیلم میبینم. ولی تو سلکشن الان احتمالا موبایل یا توی خونه اون بیدیدی که هست، بالاخره یه موزیک گوش میدی که تو تاپ 10 هست توش دیگه، اونها کیان؟ بیشتر از تاپ 10ه خیلی هن. خب حالا یه چند تایی که به هر حال برات مهمتر و مورد علاقت هم بیشتر. خیلی زیاده واقعا، خودم محدود میکنم مثلا. این فکر کردن مال محافظه کاری هست، یعنی میترسی یه دهی رو بگی که مثلا اونا بهشون برخوره یا نه؟ نه زیاد اینجوری نیستم، ولی میگم تو هر سنی آدم یه چیزی رو گوش میده. مثلا الان چی گوش میدی؟ واقعا چیز خاصی نمیدونم، نمیتونم. خب همون آقای فتحعلی و اینا هست که نمیتونی اسم ببری؟ نه حالا اینجا شو پش نزدیم. خب نمیذاریم. خیلی ها واقعا اصلا سلکشن خاصی ندارم، اصلا خودم محدود میکنم به یه چیزی، همه چی گوش میدم. میتونم بپذیرم که همه چی گوش میدی؟ نمیتونم بپذیرم که مثلا یه انتخاب خاصی نداری. چرا؟ من که حس میکنم که پرهیز میکنه از اون نام هایی که میخواه. حالا از این ماجره بگذاریم، برگرم به دوران کودکی خودت و توی حرفات به این اشاره کردی که کمی به سخت هم گذشت و به حق هم فکر میکنم این اتفاق افتاد. شاید این طرف ماجرا این بود که دختر خوشگلی که همیشه هم توی یه ذره عاقل به نظر میرسیدی، البته که اعتمادا هستی، خب حالا داره با از جالب خالودش ساپورت میشه، داره نقشای مختلف بازی میکنه و با بهترین های عرصه بازیگری داره کار میکنه و با بهترین کارگردان ها تو کاراشون حضور داشته. ولی شاید اون یکی طرف ماجرا که سمت خودت همیشه هم اینطوری نبوده که پر از لذت بوده، تا یک شب بیداری هایی بوده، دلت که بازی های بچگانه میخواسته که نه اینکه مرتکب میشه، ولی خب کمی ازش دور میشدی و یک خستگی هایی که پشت تمام این بازی هایی که به نظر درخشان میومد وجود داشته. کمی راجع به این صحبت کن که چه خبر بوده اون موقع ها. خب این که گفتین حالا با گروه های حرفه‌ای کارگردانه خوب و فیلم های خوبی کار کردم، این یکیش خب یه مقدارش برمیگرده به شانس من که خب خدا رو شکر همیشه این شانس داشتم که با گروه های خوب کار کنم. یکیش هم خب انتخاب های خودمون و حالا مادر پدرم بود که تو اون سن مثل الان نبود خب خودم کارمو انتخاب کنم. چند تا پیشنهاد بود، خب نمیدونستیم، زیاد اطلاع نداشتیم، سعی میکردیم با مشورت حالا بهترین کار رو انتخاب کنیم. یه بحثش اینجاست، یه بحثی هم که خب همیشه مثلا مادرم سعی میکرد که حالا با اووردن عروسک سر کار، با نمیدونم خودش یه کارهایی برام میکرد که هیچ وقت دور نشم از اون بچگی که همه دارن میکنن، که بعدن توی این سن نگم بچگی نکردم. بچگی کردم ولی بچگیت متفاوت بود از خیلی برقی. متفاوت بود، یعنی این فقط منو اذیت میکرد که همه اینجوری میدیدن که چه کار خوبیه بازیگری، مثلا چه خوبه، ما چه جوری میتونیم بازیگر شیم، وای مشهور شدن، وای. فقط این ور قضیه برشون جذابه، یه خورده اگه این ور باشن زیاد این فقط منو اذیت میکنه که مثلا نمیدونن این ور داستان چیه. مثلا خب حالا یه شب بیداریایی بوده، یه تفاوتایی که حالا نمیتونستم بالاخره با همسنای خودم برم بیام، چون مثلا همیشه دورم شلوغ میشد، بعد میرفتم تو دفتر مدیر میشستم، یه کار اینجوری بود. ولی الان برام خیلی عزیزه، یعنی دوستش دارم، نمیگم که چه بد شد که حالا من اینجوری زندگی کردم. الان دوستش دارم به خاطر اینکه خیلی هر موقع مثلا یکی میگه خب تفاوت این با این چیه، میگم این بچگی متفاوته، یعنی اونجوری که من دوربینو دوست دارم، نمیگم حالا اون دیده شدن رو ها، یعنی اونجوری که واقعا با دوربین راحتم، شاید اونه که فقط کار کردم با هم متوجه بشن. یعنی که چجوریه، یعنی تو اصولا یه رفاقتی با دوربین یعنی داری و اینکه برای تو این یه اسباب بازی بوده دیگه، واقعا اینطوری بوده. یعنی تو حرفات خوب اشاره کردی که این من با اونجا بازی میکردم، ولی خب به هر حال کودک حرص دربیاری بودی دیگه. یعنی الان اگه یه عده‌ای نگاه کنن میگن این چرا انقدر خوششانس بوده، یعنی احتمالا این تصور در مورد تو وجود داره. توی دوران نوجوانی هیچ وقت یه کسی نیومده بهت بگه مثلا حالا توی مدرسه یا بیرون
یه برخورد بدی باهات بکنه، یا نه اینکه منظورم که برخورد بد یعنی اینکه بیاد بهت یه حرفای عجیب غریب بزنه، ولی بیشتر از اینکه احساس کنی پشتش یه سوالایی که منظورش اینه که تو چرا حالا اینجا قرار گرفتی، منم میتونستم. اینکه هرس در بیار بودم و نمیدونم، یعنی شاید اگرم این حسادت بوده، من چون خودم این حسادت رو واقعا نمیدونم چرا، شاید بده واقعا، ولی ندارم. واقعا توی همسن و سالم نگاه میکنم میبینم خیلی چیز عادیه حسادت، اصلا بعضی جا خیلی قشنگه، ولی واقعا اینو ندارم. یعنی هم توی کارم، حالا هم توی همسنخ اصلا اینجوری نیستم، ولی خب این برام قشنگ بود چون خودم اینو نداشتم. احساس میکردم که جالبه این حسادته که بهم میشه، یعنی اینو به چشم میدیدم. ولی خب آره، نه این که حالا خوشم بیاد هرس در بیارم، ولی آره برام عجیب بود. بعدن که باهاش کنار اومدم دیدم که نه زیاد چیز بدی هم نیست، چون باعث میشد که مثلا توی مدرسه این حسادت همیشه بود. بعد یادم میاد که خب معلمام همیشه لطف داشتن، ولی هیچ وقت سعی نمی کردم به خاطر اینکه حالا مدرسه نمیرم یا اینکه فقط میرم امتحان میدم، این بقیه فکر کنن که امتیاز ویژه‌ای بهم دادن. یعنی همیشه سعی میکردم حالا با خوندن درسام، با سعی میکردم انقدر خودم بالا بکشم که این باعث نشه که فکر کنن که مثلا حالا به خاطر بازیگریه که من یه خورده شرایطم فرق میکنه. همیشه این کارو میکردم. سوال بعدیتون چی بود؟ سوال بعدی اونو خودم هم فراموش کردم. سوالی که الان ازتون دارم اینه که توی مدرسه بدترین برخوردی که با شما شده چی بود؟ یعنی کی خیلی لجش از شما در اومده و یه کاری کرد که تو خیلی به هم ریختی اون روز؟ خب میگم همیشه لطف داشتن، ولی حالا لطفا رو که داشتن دیگه، حالا ما غیر لطفا رو میخواییم بدیم. زیاد حالا فکر نمی کنم گفتنش، هیچ وقت من بهش فکر نمی کنم، یعنی زود فراموش میکنم، نمیگم نبوده. یعنی هیچ وقت اشک در نمیاد توی مدرسه؟ زیاد در میاد، خیلی خیلی زیاد، ولی هیچ وقت بروز نمیدادم. یعنی این ناراحتی رو میآوردم خونه همیشه با خودم. هیچ وقت یعنی اونجا گریه نمیکردی؟ اگر میخواستی گریه کنی پاشو میمدی خونه. آره، گریه نمیدادم خونه. بعد به مامانت نمیگفتی که مثلا ماجرا رو احتمالاً با این کسی که احتمالاً در میومیزشتی مادرت بوده این ماجرا؟ وقتی که ماجرا در میومیزشتی توش نمیگفتی حالا این چه کاریه که من دارم میکنم، بعد مجبورم که این حرفا رو بشنوم؟ تا چند سال پیش خب خیلی این اذیت ها زیاد بود، یعنی واقعا یه موقعی فشارم زیاد بود. بعضی وقتا به مامانم میگفتم، یعنی میگفتم که شاید تو فقط باعث شدی که مسیر زندگی من الان اینجوری بشه، ولی هیچ وقت میگم باز ناراحت نبودم. یعنی اون موقعی که خیلی اذیت میشدم، بعضی وقتا مامانم یه جورایی مثلا مسئول میدیدم، چون میگفتم توی 4 سالگی من قدرت تصمیم گیری نداشتم. ولی بعد میشستم فکر میکردم میدم نه، موقعی که 8 سالم شد 9 سالم شد اون موقع دیگه خودم قشنگ داشتم تصمیم میگرفتم. یعنی شاید تصمیم نهایی رو مثلا مادرم اعلام میکرد، ولی همیشه خودم بودم که مثلا میگفتم این کارو نمیرم، این کار دوست ندارم. خب به کسی بود احترام میذاشتن در خانه؟ خیلی زیاد، چون این ثابت شده بود. نمیدونم چی بود که بیشتر وقتا حالا کاری که به هر دلیل نمیرفتم یا نمیشد، بعدن که میدیدم زیاد کارهای مثلا نبود که به دلم بشینه، یعنی گفتم که درست تصمیمم گرفتم. ولی که حالا تو 8 سالگی آدم یه همچین تصمیمی بگیری بی نظیره. ولی خب تأثیرشون هم میذاشتن دیگه، یعنی با مشورت کارامو حتما همینطور.